سلام روزتون بخیر با یه گاید دیگر در گاید دراگون فلایت اون برگشتیم امروز قرار راجب وارلاک صحبت بکنیم و پس بریم گایدمون رو شروع کنیم که بتونیم بهترین اطلاعات ممکن راجب به این کلاس به شما بدیم خب اجازه بدین قبل از اینکه وارد هر کدوم از اسپک ها به صورت تخصصی بشیم بریم اول جنرال تالنت رو ببینیم و مهمترین نکته ای که راجب جنرال تالنت وارلاک میتونم بهتون بگم اینه که ما از نظر دیفنسیو فوق العاده قدرتمندیم خب این همیشه توی وارلاک وجود داشته بین کلاس های مختلف مثلا یه اسپلی که مثلا میخواسته بزنه 100 که به والاک میزده 50 که به بقیه میزده مثلا با تمام دیفنسیوشون میزده مثلا 70 که و این همیشه دیده میشده به مثلا وارلاک و اسپک های کلاس دیگه و حالا که جنرال تالنتمون به این سبکی در اومده و خیلی از آپشن ها رو میتونیم به راحتی ببینیم و به صورت پسیو نیست که ممکنه چشممون در بره این قدرت دیفنسیو وارلاک رو میتونیم ببینیم مثلا فلارمو رو داریم دمونسکین رو داریم دمونیک 42 رو داریم دمونیک به دمونیک رو داریم دمونیک 42 رو داریم سویت سولو داریم دارک پکت تالنت های آپگرید دارک پکت پوینتر پروفین بارگین رو داریم فل رو داریم میبینید ده ها تالنت دیفنسیو داریم که ما بعضی حتی نگرفتیم خیلی از تالنت ها دیفنسیو تر هم داریم که حالا ما نگرفتیم و این نشون میده این کلاس چقدر نظر دیفنسیو قویه و میتونه جایگاه خودش رو توی کستون های بالا که خالی دمیج زیاده یا مثلا تو اون پراگرس میتیک که یکم اولش سخت ممکنه اشتباهات داشته باشین ممکنه هیلرتون اشتباهات داشته باشه جایگاه وارلاک رو همیشه خوب حفظ میکنه و نشون میده یه تغییر دیگه ای که میخوام بهش اشاره کنم سولکان دویت. ما سولکان دویته حالا توی یه خطی بود که معمولا بجز برای برای دیگه ای نمیگرفتیم ورژن نرف شده به اعضای هر سول شار 10 درصد چانس داره که ریفاند بشه فکر میکنم توی دیستراکشن 15 درصد بود ولی الان همه با هم 10 درصد و تقریبا برای همه اسپکام میگیرنش و ورژن خوبی این پایین هم یک سول کیپر داریم که اسمش جیلر بود عوض کردن اسمشو و این کویزیتر که یه پت سوم همینجوری سامونش میکنید داشته باشید و کار خاصی هم نمیکنه یک شادو دمیجی هر از گاهی میزنه و میتونه پت خوبی باشد و گرنه کار خاصی به نمیتونید بکنید فقط یه پتیه برای قشنگی گذاشتن که وجود داشته باشه خب این سولبرن هم که میبینید یه ورژن قدیمی داشت فکر میگم تو کاتا یا وارلافترینور وجود داشت که بعد حذفش کردن و حالا دوباره برگردوندنش به نسبت یک سولشارد ازتون میگیره و اون اسپل بعدی که میبینید و این پاور میکنه مثلا گیت ویتون این میشه مثال یا هلس سست استونتون هل اچ پی بیشتر میده مکسیموم اچ میده که قبلا با دمونیک کانسامشن که یه تالنت نهایی دمون بود یک اینتراکشن خیلی عجیب غریبی داشت که حالا اون دمونیک کانسامشن رو ورداشتن و حالا به جاش رین آف تیرن، آوردن که اونا سر جاش توضیح میدیم اینجا وجود داره و میتونیم ازش استفاده کنیم چیز خوبیه نمیگم چیز بدی ولی اینکه یه سول شارد میخواد شاید از نظر دی پی خوب نباشه چون ما معمولا سول شارد رو میخوایم به دی پی اس بدیم دیگه و اینکه بخوایم یه سول شارد به یک یوتیلیتی بدیم شاید چندان خوب نباشه خب بریم سراغ افلی و راجع به افلی هم توضیح بدیم این بیلدی که میبینید بیل افلی سینگلمونه و تغییر خاص گیم پلی وایز نسبت به گذشته سینگلمون نداشته یک تغییرات مثبتی داشتیم حالا اون دات بیس بودنمون که وجود داره مشخصا و مثلا درین سول وجود داره که ریپلیس میشه با شادو بولت و اینها و چند یه چند تا تغییر مثبت داشته که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم اولیش هانت که باعث میشه تارگت های اطراف تارگت اصلی هم با این هانتد سول تحت تاثیر هانت قرار بگیرن حالا با یه درصد کمتری دومیش کریپینگ دس که باعث میشه داتامون سریعتر دمیج بدن ولی دوریشنشون کمتر نشه این یه مشکلی بود که با این کریپینگ دس حالا با اسم قبلیش که حالا یادم نیست چی بود همیشه داشتیم که به صورت یه لژندری فکر کنم تو لیژن معرفی شد و مشکلش این بود که دوریشن دات هامون رو کم می‌کرد و باعث می‌شد دات هامون سریع‌تر دمیج بدن ولی اینجا فقط سریع‌تر دمیج میدن و دیگه نیازی نیست ما هی دائما دات هامون رو رفرش کنیم و اینها یک اینجا یه مالیفیک افلیکشن داریم که حالا یه باگی هم داشت فیکسش کردن و باعث میشه زمانی که مالفیک رابچر میزنیم دمیج آن استیبل افلیکشنمون هی بالاتر بره و تا 30 درصد بالا میره میتونه آپشن خیلی خوبی باشه توی سینگل تارگت و تالنت دو تا تالنت آخرمون که اینجا وجود داره درد تاچ زمانی که به سه تا استک برسه این تالنت بالایی 20 درصد دات هامون قوی تر میشه و این ورژن دیگه که کراپشن باعث میشه دمیج به اطرافش بده میتونه این برای ایو ایو ای خوب باشه ولی سمت ایوی ایو ای نمیایم اینجا مگر اینکه یه باسی باشه ملتی تارگت باشه بخوایم ازش استفاده کنیم و بیلد او مون بیشتر این ور سمت سولراتی که بیلد نایت بود دارک هاروست باعث میشه کولدان سولراتمون کم بشه ببخشید سولرات باعث میشه که کریت چانس و هیستمون زیاد بشه این تالنت بالاییش باعث میشه کولدانش کم بشه آن اپلیکشن که دمیج میده کولدان uh, cool سولراتمون یک ثانیه یک ثانیه کم میشه اگه دو تا پوینتشو بگیریم رست کانسامشن رو داریم که فکر میکنم اینجا هم جزء لیجن جز های لیجنمون بود های آرتفکتای لیجنمون بود که آه, زمانی که یه تارگتی بمیره و روش کراپشن و اگونی داشته باشیم پریودیک دمیجمون زیاد میشه و میتونه یه تایم خیلی زیادی رومون بمونه و تا 15 درصد دمیج میتونیم داشته باشیم این پایین گریم ریچ رو داریم که دارک گلر باعث میشه چانس داشته باشه به اطرافیانش هم دمیج بده یعنی یه روی سینگل تارگت خاص نزنه و تارگت های اطرافش هم دمیج بده این گراند وارلاک دیزاین که فینگر لیجنمون بود بعد به صورت لجندری در اومد که باعث میشه حالا زمانی که سول شارد استفاده میکنیم کولان پت های اصلیمون کم بشه حالا اینفرنال و دارک گلر و اینها اینو توی تالنت های مختلفمون داریم و ازش استفاده میکنیم و شاید مهمترین آپشنی که بخوام بهتون معرفی کنم سول فلیمه که یه ورژن نرف شده ای از آرتیفکتش تو لیژنه جزء تالنت های آرتیفکتش بود آرتیفکت خودش نیست و هر بار یه تارگتی بمیره به اطرافیانش دمیج میده میتونه یک جاهایی که هی اد سامون میشه هی اد سامون, سامون میشه ورژن خوبی باشه برای پد کردن ولی خارج از اون من آپشن خاصی توش نمیبینم و میبینید که تلنت های ایوی مون هم میشه این بخش حالا اگر بذارم روی میتیک پلاس مون که البته تلنتش کامل نیست نگرفتیم کامل اینجا باید بیاد مثلا اینجا و اینجا حالا باید رست کانسامشن هم بگیریم اینجا باید یه تلنت رو جابجا کنیم رست کانسامشن هم بگیریم به صورت کلی همچین چیزی میشه تلنت های ایوی مون و مهمترین تغییر اون که تو ایوی بای خیلی باید بهش توجه کنیم این وایلد تنت برای سینگل و والترن برای ایوی و باعث میشه هر سی ثانیه شما بتونید اگونیو روی همه تاریت هایی که روی هشت تارگتی که توی محدوده والتین قرار دارند بندازید و یه چیزی مثل شدو کراش پریست شدو عمل میکنه پریست شدو روی تارگیتاش و ومپاریک تاچ حالا شدو پین میندازه والتین باعث میشه اگونی رو همه تارگیت بیفته ما اینجا بعدش با اسپم کردن سید آف باعث میشیم استک های این اگونی خیلی سریع به 18 برسه اگه اشتباه نکنم به 18 میرسه مکسیمم استک شاره 18 ه و خیلی سریع به 18 برسه با این اگونایزینگ کراپشن و بتونیم یه آپتایم خیلی خوبی رو اگونیمون نگه داریم و از اگونیمون استفاده خوبی بکنیم خب دو ستمون چیکار میکنه زمانی که اگونی برامون سول جنریت کنه چند ساره بهمون به یه بافی بده که بهمون به درصد هیست میده چهار ستمون چیکار میکنه زمانی که دو ستمون پراک بشه باعث میشه که یه بافی بهمون به بده یه باف ثانویه بده بهمون به, نام کرول اففنی که دمیج اسپندرامون یعنی ملفیک رابچر یا سید اف کراپشن رو 40 درصد زیاد میکنه بریم یک کم دی پی اس بدیم ببینیم چه اتفاقی میافته ما باید اگونی رو روی تارگت های مختلفمون بندازیم خب اگونی ما روی 4 5 تا تارگت انداختیم ببینیم بافمون برامون کی پراک میشه فعلا که برامون پراک نشده بافمون رو ها تارگت هامون بیشتر کنیم ببینیم آیا اگونیمون برامون پراک میشه پراک شد کرول اینسپایرشن 12 درصد هست و زمانی که این پراک شد چانس داشت بهمون یه باف جدید بده که دمیج اسپندر هامون رو زیاد میکنه ببینید دو تا بهمون به شارژ داده تا پنج تا هم استک میشه الان من دمیج ملفیک یا سید آف بعدیم 40 درصد زیادتره این ملفیک رابچر رو حالا ما روی تارگت یه داتی میندازیم و ملفیک رابچر میزنیم یکی از اون شارژ رو استفاده کرد و 40 درصد دمیج داشت حالا ما روی تارگت های دیگه باز اینو بندازیم که دوباره برای اون پراکشن میبینید تا 5 تا میتونه سه بار تا حالا استک شده و ما هر بار ملفیک رابچر میزنیم یک دون از اون شارژ بالای صفحه رو کم میکرد و دمیجش رو زیاد میکرد پس این میشه کمبوی دو و چار سته وارلاک افلی خیلی چیز سر راستیه دو ستمون به همون هیست میده و چار من باعث میشه که زمانی که هیست بگیریم دمیج اسپندر هامون زیاد بشه اما بریم سراغ وارلاک دیمن که تغییراتش فوق زیاد بوده توی این هفته های گذشته و خیلی از تلنتاشو باف کردن کلاس فوق <applause> قوی بود ولی باز دوباره بافش کردن ما الان اینجا چند تا بیلد داریم و الان از سینگلمون شروع کنیم و بعد جلوتر بریم جنرالمون که مشخص مهمترین تالنتایی هایی که حالا تو جنرال برای پت داریم یکی مثلا این دمونیک اینسپایرشنه که حالا میگیریمش یا مثلا داریم دیگه تالنت های دیگه ای که حالا دمیج پتمون زیاد میکنه رسول مینیون اینها که از این دوتا استفاده میکنیم و این میشه تالنت سینگل تارگت زومون که اسمش رو زوم به یاد اون بیلد هرسستونش توی بیلد زومون که حالا یا باقی وحشمون ما کل کارمون اینه پت های مختلفی سامون کنیم و این پت های مختلفه که دمیج میده و با همون دمونیک تایرنت بازی میکنی تایرنت الان دمیجش فوق لده کمه و این میتونه حالا به خاطر استارت اکسپنشن باشه جلوتر بری میتونه تایرنت خیلی قوی تر باشه پکت مادر رو داریم که هند آف گولن ده درصد چند یه دونه هنداف گولدن دیگه بزنه اکسپندبل که این هم جزو لژندری هامون بود و اینها تلنت های مختلفی که پت های مختلفی رو برامون سامون میکنه دومین بیلد سینگل تارگتی که میخوام براتون بگم بیلد ندر پورتاله که هر سمین یه دمیج فوق العاده زیادی میزنه چون ندر پورتاله که باز میکنید و تلنت های مثلا نرزول وایلیشن و گولدن امبیشن اینها اون پیتلوردی که سامون اون پیتلورده میاد همچین دمیج مشتی میده خیلی بیل قشنگ هر سمین یه دمیج فوق زیادی میتونه بده توی سینگل تارگت هایی که یه برس یه هویی بخواد داشته باشه میتونه آپشن خیلی قشنگی باشه دمیج ثابتش هم بد نیست میتونه دمیج خیلی خوبی رو حفظ کنه این بیل حالا ندر پورتالمون و اگه مثلا یه تالنتی داشتیم این کولان ندر پورتال رو کم میکرد شاید آپشن فوق العاده خوبی میشد و یه بیل سومی هم برای سینگل تارگتمون داریم که حالا بیل دیمن بول اون ویدیوی اول اگه یادتون باشه ما همه اینا رو گفتیم گفتیم یه بیلی داریم برسه سه پتامون یه بیلی داریم برسه دمون بولت و یه بیل سومی که حالا اون موقع فکر می‌کنم ندر پورتال اشاره نکردیم و حالا این آپدیت‌های جدید ندر پورتالمون بهتر شده و این بیل سوممون که حالا دمون بولت بیشتر دمیج های روی دیمن بولت ما فوکس می‌کنیم دیمن بولت های بسیار قدرتمندی می‌زنیم فکر می‌کنم این توی پی وی پی شدولند اگه یادتون باشه دیدید که قطعا دیمون بولت های خیلی عجیب غریبی میزدن کریت های خیلی زیادی میزد دیمون بولت هاشون و این یک اینسپایریشنی تحت تاثیر اون بیلده که دمیجتون روی پت هاتون نیست روی دیمون بولتتونه و این دیمون بولت این میتونه دمیج العاده زیادی بزنه و اگه بخوایم بیل سینگل بیل ایو ایمون هم نشون بدیم بهتون که همه بیلت های ممکن رو دیده باشین باز هم شبیه به شدولند زیاد تغییری نکرده با همون فلگارد سینرژی و گ... گریمورا فلگارد و تایرنت و و تلنت گیوتین که اسم قبلیش بود هولد دیسفورمی که باعث میشد فلگاردتون عکسش رو بندازه روی زمین و شروع کنه مش زدن به تارگت اسمش خیلی بهتر بود تا این گیوتین که اسمش رو عوض کردن اما اون ویدیو هم راجبه همین صحبت کردیم اون موقع تازه اسمش عوض کرده بودن اسمش بود Hold this for me. خیلی آپشن قشنگی بود و این میشه بیل ای مون که باید راجع صحبت بکنیم خب راجع به هم یه صحبتی بکنیم قبل از اینکه ویدیوی بخش دیمن اون حداقل تموم کنیم که دمج دیمن بولت و فلستورم زیاد میشه دیمن بولت که مشخصه فلستورم هم همین ای که پتمون میزنه فلگاردمون میزنه و 400 ست میکنه گفته دیمن بولت چانس داره که هنداف گولدن بعدیمون رو این کنه و 50 درصد دمجش رو زیاد کنه خب حالا که 400 رو خوندیم بیایم اینجا هنداف گولدن رو سرچ کنیم و تلنت های مربوط به هنداف گولدن رو ببینیم اولین تلنتی که هنداف گولدن چانس داره که یه دمونیک کور جنریت کنه دمونیک کور باعث میشه دمون تامون این استنت میشه دومین تالنتی که هنداف گولدن چیه Uh, گفته به اعضای هر سول شاردی که ما رو هند اف گلدن اسپند میکنیم دمیج درد کالر بعدیمون زیاد میشه خب باز هم این رو پتامون تاثیر بده سومیش هند اف گلدن 5 درصد دمیجش زیاد میشه و 5 درصد به ازای هر سول شارد چانس داره که یه سول شارد ریفاند کنه خب قطعا میخوایمش و چهارمیش پکت اف این مادر که هند اف 5 درصد چند داره که یک بار دیگه به صورت فری کست بشه خب ما اینجا یه تالنتی داریم که همه اینهایی که خوندیم به اینجا میرسه همه هند اف گولدن هامون همونجوری که میدونیم باعث میشه ایمپ سامون کنه و زمانی که این ایمپ ها سامون میشن ما سی درصد چانس داریم که ایمپ گنگ باس سامون بشه یعنی ایمپ بزرگتری سامون بشه قطعا دیدید بین وارلاک های دیمن مثلا بین پتاشون یه پت خیلی بزرگتری هم هست و این تالنت توی همین هفته اخیر فکر میکنم باف شده بود 10 درصد الان کردنش 30 درصد و دمیج این هم گنگ باس هم زیاد کردن بود 20 درصد کردن 50 درصد و زمانی که یه اینجا یه نکته وجود داره زمانی که باز این این گنگ باس ها رو ایمپلود میکنیم با این تالنت ایمپلوژن زمانی که اینها رو ایمپلود میکنیم به دوباره وایلد ایمپ میده خب این وایلد ایمپ هایی که از اینجا سامون میشن باز خودشون چند دارن که ایمپ گنگ باس باشن این خیلی روتیشن قشنگی برامون ایجاد کرده که تو ای و, ای و, ای و حتی توی سینگل تارگت ما میتونیم ایمپلوژن بگیریم و از قدرت ایمپلوژن استفاده کنیم و این گنگ باس هایی که میتر کنیم باز چانس داره خودشون این گنگ باس سامون کنه حالا این ممکنه یه باگی باشه که الان وجود داره یا ممکنه مثلا یه اینتراکشن منفی باشه که وجود داشته باشه فیکسش کنن و اگر واقعا ایده بلیزارد این بوده که همچین چیزی رو رعایت کنه و نگه داره والا دیمن این حالت زوش یا این حالت پت های زیادی سامون میکنه و مخصوصا روی بیلد این بازی میکنید میتونه فوق العاده ورژن قوی باشه توی دراگون فلایت و عملا اگه اشتباه نکنم الان تالنت بهترین تالنت برای میتیک پلاس وارلاک به حساب میاد خب بریم راجع به دیستراکشن هم صحبت بکنیم دیستراکشن بیشتر خصوصیات مثبتش نسبت به شدولند و حفظ کرده و خصوصیات منفی هم اگه داشته رو کم کرده اولین تغییری که میخوایم بگیم این قضیه مدنس و ها... میهم و هواکه هوا که میدونید چیکار میکنه یه تارگت رو مارک میکنید 15 ثانیه و 60 درصد دمیج اصلیتون رو به اون تارگت بغلی هم میزنید که مثلا با یه تالنت های مثل رولینگ هوا و حالا پندمونیم و کرای آ... هوا و اینها میتونیم بافش کنیم میهم چیکار میکنه میهم 35 درصد خودش به صورت پسیو چند یه تارگت بغلی مارک کنه و 5 ثانیه همون قابلیت هوا کداش باشه پس هوا که ورژن آپگرید شده میهمه حالا اونهایی که مثلا یکم دستشون فرز نیست اول تازه دارن وارلاک شروع میکنن شاید میهم براشون بهتر باشه ولی زمانی که حالا یکم بیشتر بازی کردین دستتون فرستر شد و اینها بتونید استفاده کنید قطعا هوا گزینه بهتریه این بیلد یه ترکیبی از ای و سینگله چون حالا مشکلی که دیستراکشن داره اگر سینگل بگیریم الاز ای او ای به شدت اوف میکنیم اگر ای او ای بگیریم الاز سینگل به شدت اوف میکنیم و سعی کردیم مثلا با چنل دیمن فایر رو ریجینگ دیمن فایر رو اینها یک کم الاز سینگل تارگت دمیجمون رو حفظ کنیم و اونقدر حالا سمت ایو ایو ای او ای نریم این یه بیلدی که باز میتونه یکم تاثیر داشته باشه و بیل عملا مستریمونه چون این تالنت کیاس اینکارنیتو میگیریم و اینجا 4 ست مون رو 4 3 2 ست نگرفتیم اومدیم مثلا اینور بازی کردیم و این میشه مثلا بیلد سینگل تارگتمون اما بریم روی بیلد ای او ای میخوایم صحبت بکنیم شبیه به همه اینجاش کمی تغییر کرده و این چنل دیمن فایر رو حفظ کردیم که سینگل تارگتمون به شدت اوف نکنه گفتیم اگر مثلا یه جایمون عوض کنیم به شدت اوور اوف میکنه و این میتونه خیلی بد باشه این طرف 4 ست 2 مون رو داریم که همون بلاسفمی و سامان میکنه اون اینفرنال های بنفش رو سامان میکنه و این رو حفظ کردیم و این قضیه ای که یاس اینکارنیت رو در عوض برداشتیم و بیل بیشتر شبیه هیستمونه و برای ایوی ای از این استفاده میکنیم و میتونیم بیل های خیلی قوی تر برای ایوی ای, ای بگیریم و بریم خیلی شدیدتر روی ای ایوی ای سرمایه گذاری کنیم و مثلا چنل دیمن فایر و تلنت پایینیش ریجینگ دیمن فایر رو باید از دست بدیم ولی سینگل تارگت اون به شدت افت میکنه و یه نکته ای که توی سینگل تارگت یادم رفت بهتون بگم حالا بیایم اینور توضیح بدیم دوباره برگردیم سمت سینگل یه توضیح راجع بهش بدیم این تالنت برن تو اشزه که این حالت اسپم کیاس بولت رو داره ما اگه بدونین ما اسپم کیاس بولت میزنیم با این تالنت هایی که داریم ده همش دمیج های کیاس بولت رو زیاد میکنه اینجا کیاس بولت باعث میشه تو اون تایم اینفرنال ا uh, کیاس بولتمون یک دونه سول شارد کمتری بخواد و اینجا مدنساف آزار کیر که لژندری مون بود کیاس بولت باعث میشه دمیج کیاس بول تو کس کیاس بول بعدیمون کمتر و کمتر بشه و همینجور هی این ریپیت میشه این چرخه ریپیت میشه ما 5 6 تا پشت سرم کیاس میزنیم و بعدش که کیاس رو اینها زدیم این سنریت هامون همجوری این شارژ میشه 4 تا استک میشه و بعد دوباره از این ور قضیه استفاده می کنیم یه راهبرگشی بین این سنریت و و میتونه برستای خیلی خوبی داشته باشه سر فکر میکنم می کنم یک مین میشه دیگه با این گراند دیزاین و اینها نزدیک به یک مین میشه هر یک و نیمین هر یک و چلو پنج میتونیم برستای العاده زیادی روی سینگل تارگت داشته باشیم و ازش استفاده کنیم و بریم تیر ست حالا دیستراکشن اونم ببین گفته زمانی که سولشارت کانسیوم بکنی چند داره بهتون کیاس میل استور بده که کریت چند رو زیاد میکنه پس خیلی چیز خوبیه چون ما قطعا کریت به دردمون میخوره چون به نسبت کریت چند سیکه که داریم دمیج کیاس بولتمون زیاد میشه و به صورت کلی کریت میتونه چیز موثری باشه چهارصدمون ستمون چیکار میکنه چهار ستمون کریت دمیجمون رو 8 درصد عملا زیاد میکنه به جای 200 درصد کریت هامون 208 ها درصد قوی تره عملا انگار کریت دمیجمون زیاد میشه و یه ریسای مثل تاورن که حالا نمیدونم یا نه یه چیزایی مثل تاورن و دورف و اینها که خودشون این پسیو رو دارن دوباره اون روی اونها تکرار شده و انگار پسیو همون تاورن و پسیو دارف و اینها رو به صورت جداگانه به کلاس وارلاک هم دادن که ازش استفاده کنید و فکر میکنم مثلا اگه دارف باشید چون دارفا فکر میکنم وارلاک دارن مطمئن نیستم ولی فکر هم دارن مثلا اگه دارف باشید شما مثلا 10 درصد کریت دمیج دارید و میتونید ازش استفاده کنید خب این چه یه گایدی بر سه تا اسپک وارلاکمون امیدوارم راضی بوده باشید و ممنون که وقت گذاشتید ویدیو رو دیدید فعلا خدا نگه